سلام دوستان و عزیزان، در خدمتتون هستم برای فال روزانمون. با هم میپردازیم به انرژی سه‌شنبه 5 مهر. دوستان و عزیزان، مثل همیشه خوش آمد میگم به شما دوست عزیزی که تازه عضو کانال شدین. خیلی خیلی خوش آمدین و صفا آوردین و همچنین سپاس فراوان از شما دوستان و یاران که هستین در کنارم. عزیزان دل، میریم میپردازیم به انرژی سه‌شنبه. اولین کارتی رو که با هم نگاه میکنیم، هیجانات شما برای این روز هست. چه هیجانی ممکن هست با شما همراهی کنه برای سه‌شنبه؟ واو، توجه کنین، دیروز هم این کارت براتون افتاد، کارت شگفت زده. پس ممکن هست مسئله، واقعا این داره تاکید میکنه برای من، مسئله هست که ممکنه شما رو شگفت زده کنه دوستان. اوکی، ممکن هست در مورد مسائل احساسی باشه. به هر حال چیزی که هست که حال دلتون رو خوب میکنه احساسی، حتما عشقی نیستش دوستان. مسئله هست که شاید خوابش رو میدیدین، چون جا حرف از پر میزنه، نگاه کنید دوستان، و حرف از خواب میزنه ممکن هست، برای که معمولا ممکن هست سمبل خواب باشه. خب و اما بریم ببینیم که کارت های دیگه. جالب، خیلی جالب بود برام. ببینیم کارت های دیگه چه خبر هستند و در چه انرژی هایی هستیم. این کارت ها رو هم پخششون میکنم و ببینیم. قدرت، کارت قدرت براتون افتاد دوستان. پس مسلط میشم. ببینید کارت قدرت دوستان، همیشه من این کارت رو بهتون، این پشتش هم یه امپراتوریس هست، باز هم حرف از قدرت گیری شما. مسلط میشم بر ترس های خودم، بر احساسات خودم. احساسات من، یک سری از احساسات من ترس های من هستم. ببینید اینجا شیر در واقع سمبل یک ترس ممکن هست باشه، شجاعتی که میخوام داشته باشم، احساساتی که فکر میکنم که برای من شاید مضر باشه، همه چیز رو بهش مسلط میشم. ببین، ولی این سمبل یک خانم هستش، سمبل یک شخصی هستش که با نرمش شخص چیکار میکنه، این شیر رو داره مهار میکنه. یعنی اینکه با ترس های خودم ممکن هست مدارا کنم، یواش یواش بر همه چیز چنگال میندازم، اینجوری مسلط میشم برای اینکه بخوام موفق بشم، قدرتمند هستم. خب و اما بریم ببینیم که، ببین کسی که، خانمی که شیری رو مهار کرده، خب پس قدرت خیلی بالایی داره. شگفت زده میشین از اینکه اینقدر قدرتمند هستین دوستان. خب ببینیم کارت بعدی بهمون چی میگه دوستان. کارت بعدی حرف از این میزنه که خودم با خودم رو راست هستم، یعنی اینکه راه جدید رو میخوام شروع کنم. پس ببینید دوستان، این کارت حرف از ممکن هست برای یک سریاتون، فرزندتون، در مقابل فرزندتون شاید دارین به مسئله مسلط میشین، ترس هایی که در ارتباط با فرزندتون ممکن هست داشته باشه، و یا یعنی اینکه برای یک سریاتون دوستان، در مقابل راهی رو که میخوام شروع کنم، خودم با خودم صداقت رو دارم و اینکه بر راهی که میخوام شروع کنم، ولو اینکه در حال یک نطفه هستش، تصمیمی که دارم، راهی رو که میخوام برم، ولی این نطفه کم کم بزرگ و بزرگتر خواهد شد. خودم میدونم دقیقا کجای این زندگی هستم. کودک درونم زنده هست. و ببینیم کارت آینه بینی بهتون چی میگه دوستان. امیدوارم که حال دل همتون خوب باشه دوستان. برای یک سری ها واقعا در مسئله هستش که به احساساتتون مربوط هستش، همونجور که گفتم در ارتباط با فرزندانتون ممکن هست باشه، و یا در مورد مسائل احساسی باشه، شاید یک ملاقات جدیدی دارم براتون میبینم. اوکی، یک سری ها برایش با شخصی که در جدایی هست توجه کنه. برای یک سری هم که خیلی وقت از زندگی احساسی جدا هستین، ممکن هست مسئله در این باره براتون به وجود بیاد. به حال هر فاز مسئله میزنه که براتون بسیار مهم هست و حال دلتون رو خوب میکنه دوستان. و ببینیم کارت اوشو زن بهمون چی میگه. حرف از وابستگی به گذشته هستش. کسی، ببینید عزیزان دل، یک سری از شما شاید گذشته سختی رو داشتین و هنوز، ببینین، یک سری از خطای گذشته داره. ببینین کسی که کمرش خم شده زیر بار مسائل، پس من آن دارم میبینم که یک راه جدیدی داره شروع میکنین، مسئله داره توی زندگیتون اتفاق میفته، براتون بسیار خوب، خوشایند،
موفقیت، پیروزی، تسلط، قدرت، یک چیز جدید داره توی زندگیتون اتفاق میفته. باشه که در گذشته سخت بوده، خب فردا یک روز دیگه هستش. و اما بریم ببینیم که کارت‌های دیگه در ارتباط با زندگی شما در ابعاد مختلف زندگیتون چی بهتون میگن. دوستان، در سر شما به فکر این هستین که شاید راهی رو انتخاب کنین، راه جدیدی دارین شروع میکنین، به هر حال به فکر یک انتخاب هستین دوستان و این حق انتخاب رو دارین. در مورد مسائل احساسیتون عزیزان دل دارم میبینم که به فکر یک آشتی هستین، آشتی با خودتون، آشتی با دیگری. دیدیم که ممکن هست برگشت شخصی در گذشت از گذشتتون باشه براتون. و بریم ببینیم کارت دوم. کارت دوم حرف از من میزنه. بله، یک سریاتون منتظر یک آشتی هستین. شخص احساسی شاید در ارتباط با شما در یک ایستی هستش و منتظر یک آشتی هستین. و دارم میبینم اینجا خودتون رو دارین رها میکنین. خب در مورد این مسئله، در مورد مسائل کاری دوستان، دارم براتون میبینم که مسائل کاریتون مسائلی هستن که لذت بخش و حالتون رو خوب میکنه. ببینید دوتا کارت این حرف رو داره به من میزنه و این کارت، کارت دوستان در واقع کارت کیمیاگر برای من هستش. یک در یک شروع هستم. ببینید اینجا هم کارت شروع بود، راه جدیدی رو شروع میکنم با تمام انگیزه‌ای که دارم، چیزی که حالمو خوب میکنه، مسئله‌ای که در اون احساس قدرت میکنم، وارد دوره جدیدی از زندگی کاریتون میشه دوستان. خب و بریم ببینیم که در مورد مسائل مالی هم، مسائل مالیتون هم دارین اوج میگیرین دوستان و ممکنه هم برای یه سری خبر از وکیلی، محضرداری، کسی به این صورت باشه بهتون برسه. و ببینید باز هم در حال پیشرفت هستین. دو تا کارت آرکان ماژور برای این قسمت براتون افتاد. برای یک سریاتون دوستان ممکن هستش حرف از قرارداد بزنه، حرف از وکیل بزنه، محضر بزنه، جایی هستش دوستان دارم اینام جا به جا ممکن هست بشین و پیشرفت کاری و مالی براتون افتاده. برای اینکه برای من این کارت حتی پیشرفت‌های کاری هم ممکن هست باشه دوستان. پس در مورد مسائل مالیتون دارن درست میشن دوستان. چالش شما چی هستش؟ دو تا کارت براتون چالش افتاد. چالش شما این هستش که اگر در یک سکوت هستین، از یک سکوت در بیاین، از حس ششمتون استفاده کنین و حس ششمتون رو نکشین دوستان و ببینیم چه چیزی کمکتون میکنه دوستان. این که من فکر میکنم بر ترس‌های خودتون غلبه کردین دوستان و غلبه میکنین. خب سه تا کارت برامون افتاد اینجا، پس حتما این سه تا کارت باید می افتادن. به چه سمتی میرین دوستان؟ من فکر میکنم برای یک سریاتون تغییر در زندگیتون داره به وجود میاد دوستان. اوکی؟ یک سریاتون از یک سری از مسائل دارین دل میکنین و به سمت یک مسئله دیگه دارین میرین دوستان و سرنوشت باهاتون داره یاری میکنه. حرکت میکنم از یک چیزی که شاید برام سخت بوده، خودم رو رها میکنم و به یک سمت یک مسئله دیگه میرم، یک مسئله که شاید خیلی وقت هستش که بهش وابستگی دارم، اون رو رها میکنم برای که میدونم برام خوب نیست و سرنوشت همونجور که دارم اینجا میبینم چیز جدیدی رو سر راه من قرار میده. خب دوستان این فایل شما بود، من یک خلاصه از این فایل بهتون میگم و بعد میرم سراغ کارت های دیگه. دوستان عزیزان دارم به قدرتگیری شما رو میبینم، خودتون هم شگفت زده خواهین شد از این قدرتگیری شما و راه جدیدی دارم شروع میکنم یا در ارتباط با فرزندانتون هست که موفقیتی به گوشتون میرسه، مسئله که حالتون رو خوب میکنه. برای یک سری ها دوستان دارم میبینم گذشته سختی داشتین و در مقابل این گذشته سخت یک راه جدیدی توی زندگیتون داره شروع میشه. ممکن هست در مورد مسائل عاطفی باشه یا اینکه در مورد مسئله باشه که واقعا شما رو به یک چجور شفای قلبی میفرسته، به یک آرامش میفرسته. در سرتون حق انتخاب، راهی رو باید انتخاب کنین، کاری رو باید انجام بدین، تصمیم گیری رو باید انجام بدین. در مورد مسائل احساسی در یک ایستی ممکن هست باشین و منتظر یک آشتی باشین. در مورد مسائل کاریتون دارم براتون قدرت گیری شما رو میبینم دوستان و دوره جدید یا پروژه جدید که وارد مسائل کاریتون میشه که حالتون رو خوب میکنه، مسئله هست بسیار خوب و زیبا. در مورد مسائل مالی دارم پیشرفت براتون میبینم، قرارداد میبینم و یا اینکه حتی میتونم خبر محضر، خبر وکیل، بالاخره یه قرارداد، یک چیزی که بر شما پول میاره دوستان.
در مورد مسائل چالش شما این هستش که یا اگر در سکوتی هستین از این سکوت در بیاین، وگرنه اگر در سکوتی نیستین سکوت کنین، از حس ششمتون استفاده کنین. و اینکه دارم میبینم که بر ترس های خودتون غلبه کردین و این مسئله کمکتون میکنه. ببین دوستان، یک چیزی از گذشته رو میذارین کنار. اون کارت برای من این حرف بالا میزد و اینکه دارم میبینم سرنوشت باهاتون یاری میکنه که به سمت جلو برین دوستان. اوکی، از هرچه بگذاریم دوستان، سخن کارت های احساسی خوشتر است و بریم ببینیم که بله کارت بعدی دوستان حرف از این میزنه. بذارین دوستاتون کمکتون کنن در مورد مسائل احساسی و برای من حرف از اینجا. ببینید اینجا در انتظار یک آشتی بودین. من فکر میکنم اینجا دخالت دیگران باعث میشه که شما با شخصی آشتی کنین، یا اینکه دیگرانی هستن که شما رو کمک میکنن که به سمت یک آشتی با مسائل احساسیتون داشته باشه و به این زودی هستش دوستان. خب و اما بریم ببینیم که قطب مؤنث و نه جنس مؤنث در چه انرژی هایی در ارتباط با شما قرار داره دوستان. قطب مؤنث بسیار با انگیزه هست و روی پروژه‌اش کار میکنه و خجالت زده هست در مقابل یک سری از مسائل و دارم میدونم بسیار بسیار منطقی با مسائل رفتار میکنه. قطب مؤنث ببینید دوستان حس خجالت میکنه، میکش میداره در حال حاضر در مورد مسئله و اینکه فکر میکنه دیگران مسخرش کردن یا کسی اونو دست انداخته. برای همین حسش برای فراموشی یک سری از مسائل پروژه های خودش رو چیکار میکنه؟ روشون کار میکنه، متمرکز هستش و اینکه مسائل بیشتر به صورت لوژیک و منطقی نگاه میکنه. بنده خدا دیگه از آسمانی بودن و نجومی بودن میرسه به زمینی بودن قطب مؤنث. پس قطب مؤنث و نه جنس مؤنث منظور خانم ها نیستن دوستان. و اما بریم سراغ قطب مذکر و نه جنس مذکر، منظور آقایون نیست، افرادی که مسائل مادی و ویژه اجتماعی براشون مهم است. ببینیم قطب مذکر در چه انرژی هایی هست دوستان. قطب مذکر ببینید در دهنش زیپ زده، ببین انرژی ها تکرار میشن، یعنی که انرژی های حال اینجوری هستش، در ذهنش رو زیپ زده، نمیخواد صحبت کنه و برای همین نمیخواد چیزی بگه. اوکی، قطب مذکر دارم میبینم اینجا میگه که من به تو وصل هستم و هر لحظه تو رو احساس میکنم. خود از دهنش بشنوه و اینکه میگه که من چیزی رو قایم کردم و اون هم عشقم هست به تو. پس ببینید شخصی که با تمام اون گرایش هایی که به سمت شخص احساسیش داره، ببین به خاطر مادیاتی بودنش و با تمام احساساتی که به شخص احساسیش داره جلوی خودش رو میگیره، شما رو میذارم قضاوت با خودتون باشه. من حرفی نمیزنم در این باره دیگه، دیگه خسته شدم بس که بهش حرف دادم بنده خدا. و اما بریم ببینیم عزیزانی که در جدایی هستین، شخص احساسی شما در چه انرژیایی هست. من میخوام با تو باشم. من تازه متوجه شدم که چقدر تو برای من اهمیت داری و چقدر میتونم روت حساب کنم. و وقتی که با هم هستیم حال من خوب هستش. من نمیخوام از کنار تو بگذرم و میخوام که اغلب اوقات با تو باشم. اوکی، کسی که جلوی خودش رو میگیره، اوکی، یا کسی که اینجا احساس خجالت میکشه میکنه در مقابل مسائلی، من نمیدونم چجوری میتونه همچون طوری باشه. با این شاید نه قطب مؤنث هست و نه قطب مذکر، بلکه قطب هماهنگ و نمیدونم متعادل هستش. خب و اما عزیزان دل، میپردازیم به پیام فرشتگان و ببینیم که فرشتگان چه پیامی براتون دارن. حرف از استراب میزنن. ما تو رو دربر میگیریم با بالهای شفا دهنده دهندمون و بنفش. برای یک نفس عمیق بگیر و این نور بنفش رو تنفس کن، حس کن که استراب تو از بین خواهد رفت و تو هیچ ترسی نخواهی داشت
و اینجا فقط عشق هست. و اما ببینیم عزیزان از دست رفته چه پیام برام براتون. بعدی جدید، من اینجا رسیدم و فهمیدم که در یک دنیای دیگه هستم. واقعا زندگی در اینجا زیبا هست. اونجایی که من هستم همه چیز شگفت آور هست. ببین شگفت آور. اینجا این کارت اینجا بود برام. همه چیز همه رنگ‌های مختلف رو داره و رنگ‌های زیبا. و من دوست دارم این لحظات رو با تو تقسیم کنم. روح همه عزیزان از دست رفته در شادی و آرامش باشه. دوستان عزیزان، این فایل شما بود و میبرم که ازش خوشتون اومده باشه. من روی ماهتون رو میبوسم و بهتون میگم روز روزگار خوش و تا فایل دیگه. خدا نگهدار عزیزان.